همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو به ما پیوستن تا بیشتر در رابطه با همین موضوع گفتگو داشته باشیم. آقای کاظمیان، بیشتر نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های علی خامنه‌ای در رابطه با ارتش. چه برداشتی شما دارین از این صحبت‌ها؟ ببینید، این دیدار تکراری خامنه‌ای که هر سال انجام میشه در 19 بهمن، سالگرد اون دیدار مشهور آیت الله خمینی با همافران نیروی هوایی که تصویرش خیلی ثبت شد، منتشر شد. خامنه‌ای خیلی تلاش میکنه که هر سال با برگزاری این جلسه به نوعی خودش رو در اون موقعیت قرار بده. اما جدای از این، محتوای سخنرانی خامنه‌ای امروز اون اندازه که الان منتشر شده، آشکارا از نگرانی خامنه‌ای از ادامه این خیزش سراسری و جنبش زن زندگی آزادی روایت میکنه، به دلایل مختلف که حالا اگه وقت بشه من اشاره میکنم. اما این بخش مهمی که به ارتش پرداخت چند تا نکته داشت. یکی این که خب به درستی البته اشاره کرد که ارتش شاه، یعنی در واقع رژیم شاهنشاهی، به جز ارتش ابزار دیگری برای سرکوب نداشت. این ملاحظه بود که درست بود، یعنی در وقت برخورد رژیم شاهنشاهی با انقلابیون، شاه ابتدا فقط به شهربانی اکتفا کرد در برخورد با معترضان و بعد به ارتش که آمادگی مقابله با شورش‌های شهری یا جنبش‌های اعتراضی رو نداشت، اساساً برای مقابله با دشمن خارجی طراحی شده بود. و یکی از شاید دلایل مهم تغییر نظام سیاسی در ایران در بهمن 57 همون بود. اما خامنه‌ای اشاره نکرد به اینکه خب شاه هم اونچنان که در اسناد تاریخی هست، در روایت‌های مختلفی که کسانی که در خارج مقام‌های خارجی باش ارتباط داشتن یا روایت خودش، شاه هم حاضر نشد به قیمت راه انداختن حمام خون تاج و تخت خودش رو حفظ کنه و ارتش رو فرمان قلقم معترضان رو به ارتش صادر نکرد. این یک نکته. نکته دیگر که در صحبت خامنه‌ای مفقوده این که باز اشاره نکرد به اون سفر معروف ژنرال هایزر، مقام ارشد نظامی آمریکا، فرستاده جیمی کارتر، که اومد با ارتش بود قره‌باغی، با ارتش بود طوفانیان، با مقام های ارشد ارتش وقت اون موقع، با سپه بود ربی، اینها دیدار کرد و به نوعی جلوی کودتا رو گرفت و به نوعی شکاف در جامعه ایران رو با توصیه هایی که کرد عملا این شکاف رو متوقف کرد و ارتش پیوست به مردم. نکته قابل توجه حالا اینه، در اوج شرایط نابسامان ایران و در حالی که این خیزش انقلابی 5 ماه هست الان به اشکال مختلف ادامه پیدا کرده، خامنه‌ای در یک وضع انقلابی داره ارجاع میده به رفتار ارتش شاهنشاهی و جالبه که به نوعی پیغام میده به ارتش ایران. شاید میگه ارتش شاه مقابل مردم قرار نگرفت و مردم وقتی احساس کردن که ارتش کنار اونهاست روحیه گرفتن. این همون چیزی که اتفاقا الان معترضان در ایران میخوان. و بماند که خامنه‌ای در صحبتاش کاملا ابراز نگرانی کرد نسبت به ایجاد شکاف بین سپاه و ارتش. و البته من اشاره کنم جدای از اینکه ساختار ارتش کاملا در جمهوری اسلامی به ویژه بعد از رهبری خامنه‌ای تغییر کرده و فرماندهان ارشدش در استخدام شخص اول نظام، جدای از این بدنه ارتش مثل حتی بدنه سپاه، مردمانی هستند که از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط کشور ناراضی هستند و این اون چیزهایی است که خامنه‌ای نمی‌بینه و طبیعتاً بهش واکنش نادرست نشون میده. در ابتدای صحبتاتون اشاره کردیم به نگرانی خامنه‌ای از ادامه جنبش زن زندگی آزادی. در صحبت‌های او چه بود که شما به این نتیجه رسیدید؟ ببین، خیلی چند تا نکته متفاوت رو خامنه‌ای اشاره کرد در صحبت‌هاش، از جمله و به ویژه اشاره کرد به شکاف جامعه و حکومت، به بی‌اعتمادی مردم به نظام و ایجاد بدبینی از به مردم در نظام. خب همه میدونن که نظام کلید واژه خامنه‌ای منظور خودش هست و خب این به نوعی واکنشی بود به همین جنبش اعتراضی که در کشور ادامه داره. و البته این وضعیت رو مثل همیشه خامنه‌ای مستوجب و بانیش رو دشمنان جمهوری اسلامی دونست. اما اینکه مردم به نظام بدبین هستن و اینکه تاکید کرد که نباید اختلافات تشدید پیدا کنه، نباید شکافا به تعبیر خامنه‌ای تبدیل به گسل بشه، از جمله مثلا بین اهل تسنن و اهل تشیع، این نکته هایی بود که در صحبت های خامنه‌ای عملا نشون میداد تا چه اندازه هم داره نسبت به این شکاف جامعه و حکومت واکنش نشون میده، به شعارهایی که متوجه خودشه. مردم به هر حال کانون اعتراض ها شعار علیه خود خامنه‌ای، علیه دیکتاتوری و نظام جمهوری اسلامی است. یا اون وضعیت که در سیستان و بلوچستان شاهد هستیم، همچنان بعد از 5 ماه این اعتراض ها ادامه داره و
تأکید خامنه‌ای، تأکید مکررش بر ضرورت اتحاد، بر ضرورت وحدت بین گروه‌های مختلف، از جمله همچنان که گفتم اینکه حتی بین سازمان‌های مختلف حکومتی نباید شکافی باشه، که به نوعی وقتی در بستر این سخنرانی برای افسران نیرو هوایی این رو تحلیل کنیم، نشون میده اون نگرانی که بین شکاف بین ارتش و سپاه در ذهن خامنه‌ای هم وجود داره. و علاوه بر اینا اشاره کنم به تأکیدش بر برگزاری راهپیمایی 22 بهمن، که خب نشون میده دنبال یک کارناوال تبلیغاتی حکومتیه که به نوعی خودنمایی کنه در برابر این خیزش اعتراضی که در کشور وجود داره. ممنونم از توضیحاتتون. مرتضی کاظمیان اینجا همراه ما بودید.